یکی از مهمترین سوال ها در مورد iOS رسیدیم. جیل بریک بکنم iOS هم رو یا از iOS اوریجینال استفاده کنم؟ من توی این درس مزرات و مزایای هر دو، چه اوریجینال چه جیل بریک شده رو خدمتتون میگم. خودتون در نهایت تصمیم بگیرید که کدوم یکی به نفعتونه، کدوم یکی رو ترجیح میدید و آیا میخواید از سیستم اوریجینال استفاده بکنید یا جیل بریک شده. اولین نکته این که جیل بریک یا اوریجینال بودن فقط به سیستم عامل شما برمیگرده و گوشی شما از نظر سخت افزاری هیچ تفاوتی نخواهد کرد. به طور مثال اگر شما روی یک کامپیوتر یک ویندوز اوریجینال نصب بکنید یا یک ویندوز کرک شده با سریال نامبر تقلبی، توی سخت افزار اون توان سی پی یوش، اندازه کیسش یا حالا هر چیز دیگه تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و فقط سیستم عامل نرم افزاری داخل اونه که قفلش میشکنه، حالا یا هر اتفاق دیگه واسش میفته. سخت افزار شما همون چیزی هست که قبل یا بعد از جیل بریک شدن بوده. شاید بزرگترین تفاوت بین iOS اوریجینال و جیل بریک شده توی هویت باشه. در واقع زمانی که شما از iOS اوریجینال استفاده میکنید باید یک اپل آیدی داشته باشید که عین پلاک ماشینتونه. شما هر نرم افزاری که خریداری میکنید، هر آهنگی که خریداری میکنید، هر برنامه‌ای که میگیرید، حتی اونایی که مجانی هن، این پلاک رو روی اون برنامه میزنه و شما اگر ازش اینفو بگیرید، حتی توی برنامه‌های مجانی که شما دانلود کردید هم اون شماره پلاک و اون آیدی رو نشون میده. به این معنا که این متعلق به مثلا این شخص هست، مثلا متعلق به امیر هست و حالا دیگه اونجا نشون میده. و دقیقاً نقطه مقابل اون iOS جیل بریک شده است. شما میگید که این برنامه مال کسی خاصی نیست و حالا صاحب این گوشی هم آیدی نداره یا هر چیزی و دیگه اون هویت رو و اون پلاک ماشین رو شما ازش برمی‌دارید. من ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم، ولی عین یه ماشین دزدی میشه که شما میتونید قطعات یدکی خیلی ارزونتری روش بندازید به دلیل اینکه هویت صاحب اون ماشین مشخص نیست و به دلیل اینکه خود اون قطعات هم هویتشون مشخص نیست. به طور مثال برنامه های شما توی iOS اوریجینال با جیل بریک شده و برنامه های جیل بریک شده و برنامه های قفل شکسته شده تفاوت عمده‌ای ندارن. ولی فرضاً اگر شما یه موتور دزدی رو بخواید روی یه ماشین دزدی بذارید، احتمالاً اون قسمتی که شماره موتور هست و یه نفر صاف کرده یا سنباده زده که اون هویت از بین بره. اینجا هم دقیقاً همونطوریه. اون قسمتی که مربوط میشه به اون پلاک اون برنامه، اون از بین رفته و دیگه خب قفل شکسته شده و شما میتونید روی سیستم جیل بریک استفاده بکنید. اگر خواستید شما گیم یا برنامه‌ای برای iOS اوریجینالتون بگیرید، باید با اپل آیدی تون توی آیتیونز استور ساین این بکنید. اگر اپل آیدی هم ندارید میتونید درس اپل آیدی ما رو ببینید و من فکر کنم درست کردنش از درست کردن یه ایمیل راحت‌تر باشه. با اپل آیدی تون شما ساین این میکنید توی آیتیونز استور، اون برنامه، اون گیم، حالا هر چی که هست رو دانلود میکنید، پلاک شما رو روی اون برنامه میزنه و بعدن واردش میکنید توی آیفون، توی آیپد، توی حالا هر دیوایسی که دارید. از یه اپل آیدی و با یک بار خرید شما رو 5 دیوایس مختلف هم میتونید استفاده بکنید. برای گرفتن یه برنامه یا یه گیم برای iOS جیل بریک شده، شما میاید توی اینترنت اون برنامه رو سرچ میکنید، حالا با عنوان کرک شده، جیل بریک شده یا هر چیزی، و زمانی که پیداش کردید میتونید روی گوشیتون، روی آیپدتون یا هر چیزی که هست نصبش بکنید. خود این سیستم های جیل بریک هم ممکنه برنامه هایی داشته باشن برای سرچ کردن برنامه ها و کارهایی به این صورت. همونطور که خدمتون عرض کردم، شما با یک اپل آیدی و یک بار خرید یک برنامه یا گیم یا موسیقی، اون رو میتونید روی 5 دیوایس مختلف به صورت قانونی نصبش بکنید و اون پلاک شما روی 5 تا ماشین مختلف کار میکنه. به طور مثال ممکنه شما یه آیپد داشته باشید، 2 تا آیفون داشته باشید، 2 تا آیپاد تاچ داشته باشید و از اون برنامه و از اون موسیقی، از اون گیم میتونید روی هر 5 تاش به صورت قانونی استفاده بکنید. توی iOS جیل بریک شده شما برنامه کرک شده که دانلود میکنید روی هر دیوایس جیل بریک شده میتونید نصب بکنید و خب طبیعتاً فقط مسئله اینه که اون سیستم و اون حالا گوشی، آیپد، هر چی که هست جیل بریک شده باشه. یکی دیگه از مزایای استفاده از iOS اوریجینال iCloud هستش.
که ما هم توی خودآموز لاینمون هم توی آیفوتو در موردش خیلی صحبت کردیم. توی همین خودآموز هم یه بخش کامل در مورد آیکلاود داریم، ولی برای کسانی که خیلی ممکن باشه آشنا نباشن، خیلی خلاصه مفید بخوام بگم، یه جای اینترنتی هستش که اطلاعات مهمتون رو شما میتونید توی اون آپلود بکنید که از هر جای دنیا که خواستید بهش دسترسی داشته باشید، و بین اون 5 تا دیوایسی که خدمتتون گفتم آیدی اپل شما روشون هست، اطلاعات تمام اونها رو با هم سینک میکنه و تمام اونها رو با هم یه پارچه میکنه اطلاعاتشون رو. به طور مثال اگر شما روی آیپدتون یه برنامه بخرید یا آهنگ خریداری بکنید، روی آیفون و آیپاد تاچتون هم آیکلاود براتون اونها رو دانلود میکنه و خودش همه اونها رو با هم سینک میکنه. در نهایت اگه بخوایم دو تا رو خیلی سریع با هم مقایسه بکنیم، اگر شما برای iOS اوریجینالتون چیزی بخواید دانلود بکنید، بعد بیاید توی آیتیونز استور از طریق اپل آیدی تون این کار رو بکنید. توی iOS جیلبریک شده شما باید برید توی اینترنت توی سایت‌های غیرقانونی دنبال اونها بگردید. گارانتی و ساپورت اپل فقط شامل دستگاه‌هایی میشه که روشون iOS اوریجینال هست. اگر شما iOS جیلبریک شده روی سیستمتون داشته باشید، ممکن است گارانتی خارج بشه، بنا به دلیل اینکه ممکنه روش برنامه غیرقانونی نصب بکنید که حرارت سی پی یو آیفون رو انقدر بالا ببره که اون رو بسوزونه، یا حالا مسائل دیگه‌ای که به این صورت ممکن اتفاق بیفتن براتون. برنامه‌ها و گیم‌هایی که شما برای iOS اوریجینال تهیه می‌کنید، یه بخش زیادیشون مجانی هستن، یه بخش زیادیشون هم پولی هستن که شما باید خریداریشون بکنید. توی iOS جیلبریک شده همه چی مجانی هست که ممکنه این برای خیلی ها جذابترین قسمتش باشه، و توی iOS اوریجینال شما امکان استفاده از iCloud رو دارید که واقعا یکی از بزرگترین مزایاش میتونه باشه، مخصوصا برای کسایی که اینترنت پرسرعت روی گوشیشون دارن. در نهایت شما تمام این مزایا و مضرات هر دو سیستم رو در نظر بگیرید و خودتون تصمیم گیری بکنید که کدوم یکی رو ترجیح میدید.